بریم سراغ سوال 191 که در مورد محلول، کلوئید و سوسپانسیونه. بد نیست یه مروری روی این سه تا واژه داشته باشیم. محلول ها کدوم ها هستن بچه ها؟ محلول ها از نظر همگنی همگن هستن، پایدار هستن و پخش نور ندارن. کلوئید ها کدوم ها هستن؟ کلوئید ها ذرات حل شده کمی از محلول ها بزرگتر هستن، پس اینها ناهمگن هستن، ولی اونقدر ذرات بزرگ نیستن که ناپایدار بشه، پس اینها هم پایدار هستن اما پخش نور دارن، چون ذراتش درشته و نور رو از مسیر اصلیش پخش میکنه. ولی سوسپانسیون ها که ذراتش از کلوئید ها بزرگتره، اینها هم ناهمگنن هم ناپایدارن، یعنی رسوب میکنن مثل خاکشی، هم پخش نور دارن. حالا ما دوتا ماده رو با هم مخلوط کردیم، در حالت اول روی هم قرار گرفتن مخلوط نشدن، بعد همک زدیم مخلوط کردیم و یک ترکیب رو ایجاد کردیم. حالا میخواییم ببینیم که ویژگی این چیه. ماده آبه به ترتیب میتوانن روغن زیتون و هگزان باشن. روغن زیتون و هگزان هر دوتاشون میوشون تقریبا برابر صفره، هر دوتا مواد غیر قطبی هستن، پس به محض اینکه بریزیم رو هم اینها با هم مخلوط میشن، احتیاجی به هم زدن نداریم و یک محلول شفاف رو ایجاد میکنن. پس این غلطه. مخلوط نشان داده شده در شکل آ برخلاف کلوئیدها ناهمگنه. خود کلوئیدها گفتیم که ناهمگن هستن، پس این جمله جمله غلطی. مخلوط نشان داده شده در شکل B پایدار است اما ناهمگن است. دو تا ماده ای که با هم مخلوط نمی‌شدن حل کردیم، یک مخلوط رو ایجاد کردیم که شفافه، پس این یک کلوئیده و احتمالاً اگر کلوئید باشه خب باید ناهمگن باشه، پس این جمله درسته. مخلوط B همانند مخلوط مس دو سولفات، بچه ها CuSO4 در آب محلوله و CU دوباره مثبت AQ و SO4 دوباره منفی AQ ایجاد میکنه. چون محلوله، محلول ها نور رو از خودشون عبور میدن اما مسیر نور مشخص نی. کلوئید ها نور رو از خودشون عبور میدن، مسیر نور هم مشخصه، پس این جمله غلطه. من این رو یک بار براتون میکشم، دقت کنید. محلول، کلوئید و سوسپانسیون رو براتون میکشم. فرض کنید یک سوسپانسیون داریم، یک کلوئید داریم، یک محلول داریم. وقتی یک باریکه نور بزنیم توی سوسپانسیون مسیر عبور نور خیلی مشخص میشه، توی کلوئید مسیر عبور کمتر مشخص میشه، تو محلول ها اصلا مسیر عبور نور مشخص نمیشه. چرا؟ چون از نظر اندازه ذرات سوسپانسیون بزرگتر است از کلوئید، بزرگتر از محلول، و محلول انقدر ذراتش ریزه که اصلا نور رو پراکنده نمی کنه. این رو خاطرتون باشه.